دیوید بیزلی، مدیر آمریکایی برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد که نهاد تحت مدیریت او در سال 2020 میلادی و در دوره همگیری کرونا بابت اقداماتش در تغذیه مناطق تحت تأثیر این بیماری برنده جایزه صلح نوبل شد، هشداری برای جامعه جهانی طی سال پیش رو داشت. میدونید تنها امسال برنامه جهانی غذا نیازمند حدود 23 میلیارد دلاره و درست در این مرحله اگر صراحتاً 40% از آن را دریافت کنیم شگفت زده خواهیم شد. پارسال هم در همین بحران بودیم، اما خوشبختانه توانستم برخی از اعانه دهندگان بزرگ به ویژه ایالات متحده و آلمان را متقاعد کنم. اما من فکر نمی کنم که در سال 2023 دوباره چنین کاری را در اون سطح انجام دهند. بنابراین دیگر کشورها باید کمک‌هایشان را افزایش دهند. او ادامه داد که عدم پاسخگویی به فراخوان برنامه جهانی غذا موجب می شود کشورها با مسائل امنیت ملی درگیر شوند. به کشورها میگویم اگر قرار نیست این کار را از روی خیر و صلاح برای مردم انجام دهید، بهتر است به خاطر منافع امنیت ملی یا منافع مالی خودتان این کار را انجام دهید. آقای بیزلی از سایر کشورها به ویژه چین، کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و حتی افراد میلیاردر خواست در اسرع وقت کمک‌های مالی خود را به برنامه جهانی غذا افزایش دهند. مدیر برنامه جهانی غذا افزود سومالی، شمال کنیا، سودان جنوبی و اتیوپی و کشورهای واقع در منطقه موسوم به ساحل در قاره آفریقا از یک سو و افغانستان در آسیا و سوریه در خاورمیانه از جمله کشورهایی هستند که بیشترین نیاز را به کمک‌های برنامه جهانی غذا دارند. به گفته او کشورهای آمریکای مرکزی و جنوبی هم نیازمند کمک هستند و افزایش 1.5 برابری مردم آن کشورها به ایالات متحده گواه این مسئله است. از هفته آینده سیندی مککین، بیوه سناتور جان مککین که نامزد جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 میلادی بود، ریاست برنامه جهانی غذا را بر عهده می گیرد. خانم مککین پیش از ریاستش بر این نهاد سازمان ملل متحد، سفیر آمریکا در سازمان‌های زیرمجموعه ملل متحد مستقر در شهر روم، شامل غذا و کشاورزی ملل متحد و برنامه جهانی غذا بود. رامش راسخ، صدای آمریکا.